من فکر میکنم که این روزها بزرگترین رنجی که جامعه روزنامه‌نگاری و رسانه تحمل میکنه رنج خودسانسوری هست، رنج این که نمیتونه سهمی در بیان مشکلات اصلی جامعه داشته باشه. ببینید، ما حدود چندین ماهه که شاهد تجمعات گسترده قشری از جامعه هستیم مقابل مجلس، اهم از معدنچیان، کارگران، سپردگزاران، معلمان، راننده های شرکت واحد، کسایی که هر بار وقتی تجمعی برقرار شد برگزار کردن، در واقع مواجهه حکومت با آنها چگونه بود؟ سرکوب. شما همین الان میبینید که آقای رضا شهابی به عنوان نماینده کارکنان شرکت واحد در زندان هست، اسماعیل عبدی نماینده معلمان در زندان هست، معدنچیان که شلاق خوردن، کارگرانی که سرکوب شدند، سپردگزاران مالی که شما می‌بینید تمام شبکه‌های اجتماعی رو فتح کردند، زنانی که از کمبود آب و نداشتن شغل مناسب و همچنین حقوق‌های عقب مانده‌شان شکوه و شکایت می‌کنند، صداشون هیچ سهمی در رسانه‌های رسمی کشور نداره. شما حتی یک خط خبر نمیتونید پیدا بکنید که رسانه‌های داخل ایران از اسماعیل عبدی، از رضا شهابی، از کارگران، از اون کارگر ابکو که فریاد میزد این چه دینیه که در ایام عاشورا فریاد میزنید، میانمار، فریاد یمن، فریاد غزه و لبنانتون بلنده، ولی منی که زن و بچه‌م حقوق ندارن، پول ندارن، هیچ سهمی ندارم. شما هیچ رسانه رسمی در داخل ایران پیدا نمی‌کنید که با این افراد که در واقع رنج اصلی اونها متحمل شدن و جرقه اصلی اعتراضات سراسری هم از همین نشنیده گرفتن، سرکوب شدن، سانسور شدن به وجود اومده، ما اونها رو نمی‌بینیم در رسانه‌های رسمی. برای همین فکر می‌کنم روزنامه‌نگاری که آزاداندیشه، روزنامه‌نگاری که واقعاً رسالت خبری رو برای خودش تعریف درستی کرده و می‌خواد بر اساس استانداردهای بین‌المللی، اصول و استانداردهای اخلاقی روزنامه‌نگاری بکنه، این روزها بزرگترین رنج رو تحمل میکنه. نمونه بارزش آقای محمد آقازاده هست که اگرچه روزنامه‌ای به او داده نشد، ولی بارها در شبکه‌های اجتماعی ما می‌دیدیم که او ترجیح داد به جای اینکه صدای صاحبان قدرت باشه، صدای قشر و اون بخش سانسور شده طبقه کارگر بود و مدام از فاصله طبقاتی که ایجاد شده بود، مدام از وعده‌های به زمین مانده مینوشت. و اما اتفاقی که برای او در این روزها افتاده اینه که پسر خودش سهیل آقازاده قربانی شده و در زندان هست. من روزنامه نگار زمانی رنج میبرم که بدونم که میتونم صدای مردم باشم، میدونم که رسانه‌ای دارم، میدونم که بیشتر دیده و شنیده میشم، ولی یک شمشیری بالای سر من هست که منو سانسور میکنه. اون شمشیر یا شمشیر خودسانسوری هست یا چنان شستشوی مغزی داده شده باشم که فکر کنم در این شرایط بهتره که من هیس رو بپذیرم، چیزی نگم. چرا؟ چون ممکنه که جریان اصولگرا ازش سود ببره، ممکنه که جناح رقیب ازش سود ببره. رنج خودسانسوری از هر رنج دیگه‌ای به نظر من آدم رو بیشتر زخمی می‌کنه، خصوصا روزنامه‌نگاران مسئولی که من می‌دونم الان در ایران از همین رنج، از همین زخم و از همین درد میخوان بگن، ولی فرصتی پیدا نمی‌کنن جز در شبکه‌های اجتماعی که حلقه وصل و پیوند روزنامه‌نگاران شده با شهروند روزنامه‌نگاران. چه میزان خودسانسوری در میان خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که در فضاهای غیرحکومتی یا دولتی کار میکنن هست؟ منظورم این هست که یک خبرنگار یا روزنامه‌نگار چقدر نگران آینده و اتفاقات باید باشه در مطلبی که تهیه میکنه؟ ببینید، گزارش هایی که اخیراً در روزنامه های داخل ایران منتشر میشه، بخش زیادیش گزارش های واقعا قابل ستایشی هست و وقتی ما از خودسانسوری حرف میزنیم قطعا داریم اشاره مستقیم میکنیم به اینکه مرزها و خط قرمزهای تعیین شده ای هست از چندین سازمان، از چندین نهاد، چه از شورای امنیت ملی گرفته تا خود وزارت ارشاد. خط قرمزهایی که در واقع بهشون تاکید میشه که جزو این خطوط قرمز هست، اگر ازش عبور بکنین شما نه تنها روزنامه بسته میشه، به شما یک احساس گناهی داده میشه از اینکه دیگران رو بیکار کردیم. برای ما سالها توی روزنامه داخل ایران کار کردیم، من خودم شخصا وقتی مقاله آواز دلفین ها رو نوشته بودم و آسیب شناسی این بوده که چقدر در واقع ملت رو به عنوان اینکه به جای اینکه ساختارهای اقتصادی رو درست بکنن بهشون صدقه میدن و چقدر با شیوه گداپروری و صدقه دادن دارن به بسترهایی که میشه به وجود آورد آسیب میزنن، اتفاق
اتفاقی گفتاد اینه که هم آقای کروبی عذرخواهی کرده بود و هم اینکه انقدر روزنامه خبرگزاری فارس و روزنامه‌های اصولگرا علیه این مقاله شانتاژ کرده بودن، انقدر قوقا کرده بودن که من احساس گناه میکردم از اینکه مقصر اصلی بستن روزنامه خودم هستم. کسان دیگه هم من میشناسم که الان در داخل ایران میخوان که در مورد مشکلات اصلی بنویسن، اما این احساس گناه و این عذاب وجدان که مبادا اونها باعث بشن که نان روزنامه نگاران دیگه قطع بشه، روزنامه‌ای در نطفه خفه بشه، روزنامه‌ای تعطیل بشه و پرسنل و کارکنان اون روزنامه که تنها محل منبع درآمدشون هست اون رو از دست بدن، همه اینها در واقع کسی که باید پاسخگو باشه وزارت ارشاد هست، دولتی هست که با شعار آزادی بیان اومد ولی الان خط قرمزهایی رو خود همین دولت گذاشته، واژه‌هایی رو خود همین دولت داره تاکید و تکرار میکنه به عنوان سیاه‌نمایی که به روزنامه‌نگاران اجازه نمیده بنویسن. با این همه باز هم ما گزارش‌های تحلیلی خوبی که منتشر میشه چه در روزنامه شهروند، روزنامه‌های خبرنگارانی که بخش‌های اجتماعی رو دارن پوشش میدن، ما میبینیم که از اون خط قرمزها شیوهی پیدا میکنن که عبور بکنن و اون شیوه‌هایی است که روزنامه‌نگاران رو کارکشته کرده، یعنی یاد گرفتن چطور بتونن صدای مردم باشن ولی در این حال از اون خط قرمزهای تعیین شده هم به شکلی عبور بکنن که در دام قوه قضاییه نیافتن، قوه قضاییه‌ای که الان انگشت اتهام خیلی ها به اون سمت هست ولی تمام روزنامه‌نگاران رو در ایران پرونده دار کرده. ولی من می‌خواستم یه چیزی رو تاکید بکنم. بفهم. الان در دوره‌ای که روزنامه‌نگاری ما دیگه از روزنامه‌نگاری سنتی عبور کرده، بیشترین همونجور که اول برنامه هم گفتم به هیچ وجه نمیتونن یه خبری رو زندانی بکنن. بزرگترین آسیبی که دیده میشه اینه که مردم دچار سردرگمی میشن. توی شبکه‌های اجتماعی انقدر منابع خبری زیاد هست که مردم نمیدونن باید به کدوم اعتماد بکنن. در غیر این صورت این که شما بخواید یه خبری رو از پخشش، از توزیعش جلوگیری بکنین امکان نداره در شرایطی که تمام شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و هر شهروندی به تنهایی خودش میتونه ترارسانی بکنه. شما خبر مربوط به کشته شدن سینا قنبری رو در زندان از طریق روزنامه نگارا در درجه اول در رسانه‌های داخلی و رسمی نمی‌شنوین، از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌شنوین. خبرنگارا و روزنامه‌نگارا که حتی ممنوع الکار هم هستن باز هم از طریق توییتر و از طریق شبکه‌های اجتماعی صدای خودشون رو بلند می‌کنن. اما بزرگترین آسیب به سردرگمی و در واقع سردرگمی و اعتماد مردم هست که نمی‌دونن که خبرهایی که میاد چجوری باید به اون اخبار اعتماد بکنن، که حالا اگر بشه در بخش بعدی سوال می‌تونیم به همین قضیه بپردازیم که در روزهای اخیر چقدر توی همین ماجرای تظاهرات سراسری مردم گیج شده بودن و نمیدونستن به کدوم منابع خبری باید اعتماد بکنن. به نظرم در ایران وضعیت دوگانه‌ای درباره نگرانی حاکمیت از رسانه‌ها وجود داره. تا کنون در سال‌های پس از انقلاب ما میتونیم مدعی باشیم که رسانه مستقلی در ایران وجود نداره. رسانه‌هایی که وجود دارن از جمله برخی از روزنامه‌ها رسانه‌های نیمه مستقلی هستند که افراد مورد اعتماد حاکمیت پس از پروسه‌ای که طی میشه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تونستن مجوز انتشار نشریه، روزنامه یا خبرگزاری و سایت رو دریافت کنن. اما از طرف دیگر نگرانی حاکمیت درباره روزنامه‌نگاران و بدنه روزنامه‌نگاری و خبرنگاران ایرانی هست که اونها معمولاً خط قرمزها و محدودهایی رو که حاکمیت ابلاغ میکنه و تاکید داره که نباید در اون حوزه ها کار بشه نادیده میگیرن. البته این یک خطای حاکمیتی هست به این دلیل که وجود رسانه های مستقل و خبرنگارانی که حتی از خطوط قرمز هم بگذرند در واقع به معنای کمک به حاکمیت هست، چرا که فساد گسترده‌ای که برای نمونه در سالهای اخیر ارقامی چند هزار میلیارد تومانی رو ما میشنویم و رسانه‌ها هم اخباری دربارش منتشر میکنن، در نهایت هم قوه قضاییه برخی از این متهمان رو محاکمه هم کرده. اگر رسانه مستقل، اگر خبرنگار مستقل وجود داشت و خبرنگار نمیترسید و نگاه امنیتی به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در ایران وجود نداشت، بلکه زمان خیلی جلوتری از این فسادها جلوگیری میشد و کمتر کسی جرأت میکرد که به این فسادها در واقع بپردازه و شبکه‌هایی تشکیل بده، چه در دولت قبلی، چه در دولت‌های قبل‌تر و چه در حال حاضر. نگاه امنیتی به روزنامه‌نگاری در ایران البته نگاهی است که کل حاکمیت به همه عرصه‌ها داره، فقط در حوزه روزنامه‌نگاری نیست، در حوزه فرهنگ، سینما، حتی تئاتر، حتی
رشته های دیگر هنری و فرهنگی هم ما این نگاه حاکمیتی رو میبینیم، چرا که به نظر من یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی برای تداوم خودش این هست که مردم رو ناآگاه نگه داره، و چون خبرنگاران میتونن این آگاهی رو در اختیار مردم قرار بدن، بنابراین اون نگاه امنیتی سعی میکنه جلوی حرکت و برنامه ها و همچنین اقدامات بدنی روزنامه‌نگاری ایران رو بگیره. الان شبکه‌های اجتماعی به عنوان بازوهای قدرتمند رسانه‌های رسمی میتونن باشن. شما میبینید که در همون روزهای اول وقتی که حکومت توی جریان انتخابات 88 احساس خطر کرد، اولین کاری که کرد رفت سراغ روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاران رو بازداشت کرد. اخیراً ما میبینیم احساس خطر زیادی نسبت به دانشجویان وجود داره. یعنی روزهای اولی که تظاهرات سراسری شکل گرفت، ما میبینیم رفتن و دانشجویان رو بازداشت کردن، رفتن و کسانی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بودن اونها رو بازداشت کردن، رفتن سراغ کسانی که میدونستن اونها در شبکه‌های اجتماعی میتونن اطلاع رسانی بکنن، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی رو بالا بردن. من یادمه در روزهای 88 اتفاقی که افتاد، حمله کردن به دفتر روزنامه اعتماد ملی، روزنامه‌ای که خودم براش می‌نوشتم، و احساس ناامنی وحشتناکی در فضای رسانه‌ای مطبوعاتی به وجود اومد. اون احساس ناامنی از بدنه روزنامه‌ها و رسانه‌ها الان شیفت پیدا کرد و منتقل شد به بدنه شبکه‌های اجتماعی. من اخباری رو الان دارم در مورد دستگیری کسانی که فقط گرداننده چند تا کانال انتقادی بودن. یکی از کانال‌هایی که اخبار و اطلاعات مربوط به زنان رو پوشش می‌داد، یکی از کانال‌های خبری که اخبار و اطلاعات مربوط به کارگران رو پوشش می‌داد، خانواده‌هاشون حتی الان مایل نیستن اسم بچه‌هاشون رو بیارن. چرا؟ چون احساس خطر می‌کنن. و این منو کاملاً یاد روزهای 88 میندازه که اون موقع روزنامه‌نگاران رو بازداشت می‌کردن، و همین احساس ناامنی، همین احساس نگرانی و چشم انتظاری رو چه کسانی داشتن؟ خانواده‌های روزنامه‌نگارا داشتن. الان احساس خطر حاکمیت انقدر از شبکه‌های اجتماعی زیاد شده که این ترس رو، این فشار رو، این شمشیر رو برده و گذاشته رو سر شهروندان عادی که از طریق کانال‌های تلگرامی و کانال‌های خبری داشتن اطلاع رسانی می‌کردن به عنوان بازوهای رسانه‌های رسمی. شما می‌بینید که وقتی نیویورک تایمز، وقتی چنل 4، وقتی لوموند، وقتی شپیگل، وقتی رسانه‌های بین‌المللی که همین رسانه‌ها مقامات رسمی جمهوری اسلامی ازشون استفاده می‌کنن که بیان و اخبار ایران رو، اطلاعات داخل ایران رو به دروغ تحریف بکنن و به این رسانه‌ها تحویل بدن، این رسانه‌ها منابع خبریشون رو فکر می‌کنید از کجا پیدا می‌کنن؟ در شرایطی که حاضر نیستن روزنامه‌نگاران داخل ایران رو به خطر بندازن، میرن سراغ شهروندان عادی، میرن سراغ کسانی که ویدیوها و اخبار رو از طریق کانال‌های خبری و از طریق اینترنت پخش می‌کنن، توزیع می‌کنن. اونها رو پیدا می‌کنن و اخبار رو وقتی از دریچه و روزنه اینترنتی کسب کردن، در موردش خبرنگاری تحقیقی انجام میدن، و وقتی به صحت و سقم اون خبرها پی بردن، اطمینان حاصل کردن، در موردش اطلاع رسانی میکنن. شما ببینید موضوعی که خود آقای رفیع‌زاده به درستی بهش اشاره کرد که یک نقص حاکمیتی هست، یک ایراد حاکمیتی هست، موضوع مثلا حجاب اجباری هست. موضوعی که شما میبینید که در هیچ رسانه‌ای در داخل کشور مطرح نمیشه، وقتی زنان هم حتی پوستر دستشون میگیرن، همین روزا در خیابون اعلام میکنن که ما هم از فقر مینالیم هم از فرق مینالیم، یعنی تبعیض. شما میبینید که اصلا در داخل ایران پوشش داده نمیشه، اما یک شال سفید که رفت روی چوبی که به مثابه یک پرچم اعتراضی علیه حجاب اجباری تکون خورده در آسمان خیابان انقلاب، الان در تمام رسانه‌ها، در از CNN گرفته تا تمام تیتر صفحه یک روزنامه رپابلیکا ایتالیا شده. چرا فکر میکنید؟ به خاطر اینکه حکومت وقتی احساس میکنه روزنامه‌نگاران رو میتونه کنترل بکنه، میتونه به اونها بگه حجاب خط قرمز مهم نیست، شستشوی مغزی ایجاد بکنه که این اهمیت نداره، این یه موضوع فرعیه، ولی نمیتونه اون شهروند عادی رو کنترل بکنه، و اون شهروند عادی مرزهای رسانه خبررسانی و اطلاع رسانی سنتی رو ازش عبور میکنه و سهم سانسور شده خودش رو از رسانه‌های رسمی که آقای ظریف، آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی در برهه‌های مختلف در فضای بین‌المللی ازش استفاده کردن، حالا شهروند عادی سهم سانسور شده‌شو پس میگیره و خودشو به همون رسانه‌ها تحمیل میکنه. طبق تعریف پذیرفته شده، پوشش و خبررسانی‌های درست، صحیح، مثلا دقیق، رسالت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به اجتماع هست. رسالت جامعه و مردم چه هست نسبت به روزنامه‌نگارانی که همیشه از درد مردم گفتن؟
اگر بخوایم صنفی نگاه بکنیم و در حوزه کاربرد در شرایط عادی این هست که واقعا مردم باید به رسانه ها دست کم به روزنامه ها توجه بیشتری داشته باشن. البته این توجه باید دو طرفه باشه. وقتی روزنامه ها نمیتونن حرف مردم رو بیان کنن و مسیر متفاوتی رو طی میکنن و دلبسته بازی های سیاسی میشن که تنها در حوزه خاصی از ساختار حکومتی در حال انجام هست، در این صورت مردم هم اعتمادشون رو به اون از دست خواهند داد. به نظر من میرسه که مردم از طرف دیگر باید به بدنه روزنامه نگاری ایران، خبرنگاران شریفی که در شرایط بسیار دشواری همواره تلاش کردند که اخباری رو که گاهی تلاش‌های بسیاری شده برای پنهان ماندنش رو به گوش افکار عمومی رسوندن، باید به اونها اعتماد کنن، از اونها حمایت کنن. البته این حمایت همواره باید باشه. برای نمونه وقتی که شماری از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بودن همین چند ماه پیش، تقریبا بسیاری از رسانه‌ها و حتی افکار عمومی توجه زیادی به این موضوع نداشت. به نظر من باید از حقوق روزنامه‌نگاران مردم دفاع بکنن تا روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هم بتونن از حقوق مردم دفاع کنن و این یک رابطه دو جانبه است که باید برقرار باشه. حاکمیت همواره سعی می‌کنه در این رابطه اختلال ایجاد کنه و به نظر من باید این گام رو از دو طرف ما شاهد باشیم، هم از سوی مردم هم از سوی رسانه. سارو قهرمانی، جوان 24 ساله اهل سنندج، پس از شرکت در تظاهرات اعتراضی ضد جمهوری اسلامی در 11 دی ماه ناپدید شد. 11 روز بعد در 22 دی ماه اداره اطلاعات سنندج به خانواده اش خبر دادند که او کشته شده است. ولی روایت اداره اطلاعات سنندج از کشته شدن این معترض متفاوت است. فرماندار سنندج و اداره اطلاعات این شهر مدعی شدند که سارو قهرمانی عضو حزب کومله بوده و در جریان درگیری مسلحانه کشته شده است. این در حالی است که بستگان سارو منکر این ادعا هستند و میگویند سارو در سن 18 سالگی مجازات هواداری از یک گروه کرد را در زندان سپری کرده و پیش از کشته شدن هیچ گونه وابستگی سیاسی نداشته است. جدا از این، حزب کومله کردستان ایران هم هر گونه عضویت سارو در این حزب پیش از دستگیریش را تکذیب می کند. در رابطه با آقای سارو قهرمانی به هیچ وجه عضو حزب کومله کردستان ایران نبوده و هدف جمهوری اسلامی از این ترفندهایی که در روزهای گذشته در سایت های وابسته به سپاه پاسداران، فارس نیوز و بقیه سایت های جمهوری اسلامی و میدیاهای رژیم اینه که به جامعه ایران و خارج کشور بگه که این اختشاش، این تظاهرات که در روزهای اخیر تمام شهرهای ایران رو گرفته بود از خارج کشور هدایت شده و اعضا و فعالین احزاب خارج کشور این کارها کردن. من محمد قهرمانیم، با او سارو قهرمانی سالم تولد 1372 بود. به دنبال تکذیب کومله و بستگان نزدیک سارو قهرمانی، ماموران اطلاعاتی سنندج محمد قهرمانی پدر این زندانی کشته شده را برای ساعاتی بازداشت کردند و از او در مقابل دوربین اعتراف گرفتند که صحبت‌های فرماندار و اطلاعات استان را تایید کند. ببینید، نظام وقتی که مستأصل میشه یا کسانی که در این جنایت، من این اسمشو میذارم جنایت، در این جنایت دست داشتند، برای فرار به جلو چاره ای نداشتن جز اینکه پدرش رو تحت فشار بذارن و تهدید بکنن و ببرنش در یک اتاق، انگار اتاق بازجوییه. بهار رهنما، هنرمند سرشناس ایرانی، در توییت هایی درباره سارو قهرمانی که پیش او کار میکرد تاکید کرده سارو نه یاغی بود، نه خطرناک، نه سرکش، این حقش نبود. ولی فرماندار سنندج با خانم رهنما تماس گرفته که حرف خود را پس بگیرد. علی جوانمردی، صدای آمریکا. پرونده مرگ او مبهم است و روایات متناقضند. نزدیکان سارو قهرمانی میگویند او پس از اعتراض‌های ضد حکومتی ناپدید شد. به گفته آنها جسد او را اطلاعات سنندج پس از 11 روز بیخبری تحویل خانواده داد با آثاری از کبودی. محمد قهرمانی، باو سارو قهرمانی. این ویدیو را خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر کردند. در آن پدر سارو قهرمانی می‌گوید پسرش عضو گروه کومله بوده و در درگیری مسلحانه کشته شده. شرایط ضبط این ویدیو مشخص نیست،
سوال اینجاست که آیا اینها نظر واقعی پدر سارو قهرمانی است یا اعترافاتی است که تحت فشار از او گرفته شده؟ امنیتی چکنه درگیر بود، سارو تیر نزی کلو لوان، امن تیر نزی هم کلو لسارو. وبسایت تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران هم با انتشار عکس‌هایی از سارو قهرمانی او را عضو مسلح حزب کومله معرفی می‌کند. اما آیا این موضوع واقعیت دارد؟ این سوال را از رهبران شاخه‌های متفاوت کومله پرسیدیم. سارو قهرمانی با تشکیلات ما پیوند یا ارتباط تشکیلاتی و حزبی نداشته، ولی اون چیزایی که جمهوری اسلامی طی دو روز گذشته و اتهامات عجیب و غریبی که علیه او برانداخته فقط برای توجیه جنایتی که مرتکب شده. من نمیتونم در این مورد هنوز چیزی بگم، ولی قدر مسلم اینه که پیشمرگ ما و عذر مسلح ما نبوده و اسلحه ای از جانب ما تحویل ایشون داده نشده، اگر اصولا این داستانی که اطلاعات میگه درست باشه. بسیاری میگویند اگر سارو قهرمانی عضو حزب کومله بود، جسدش را به خانواده تحویل نمیدادند. آیا در موارد مشابه گذشته جسد به خانواده تحویل داده شده؟ به هیچ عنوان. جمهوری اسلامی که نه تنها اجساد کسانی رو یا پیشمرگانی رو که در درگیری ها جانشون رو از دست دادن تحویل خانواده هاشون داده نشده، بلکه کسانی هم که اعدام شدن به هیچ عنوان تحویل داده نمیشد. اینا تقریبا گورهاشون ناشناخته است، معلوم نیست کجاست و به خانواده هاشون هم اطلاع داده نمیشه. مواردی بوده که نشده خیر و مدت ها مخفی کردن، بستگی به مورد داره و ترسی که از واکنش مردم یا علل دیگه ای میتونه داشته باشه. همواره اینطور نبوده که جسد رو تحویل داده. سارو قهرمانی پیش از این به اتهام هواداری از کومله زندانی شده بود. فرماندار سنندج گفته او ارتباطی با اعتراضهای اخیر نداشته. سال 91 قصد ترور یک شهروند را داشته و دستگیر شده. 4 دی ماه امسال یک شهروند را با اسلحه تهدید کرده بود. فرماندار بدون اینکه به تاریخی اشاره کند میگوید به سمت ماموران شلیک کردند و در تیراندازی کشته شدند. اما سوال اینجاست اگر سارو قهرمانی 4 دی با اسلحه کسی را تهدید کرده، چرا تا 8 روز بعد دستگیر نشده؟ نزدیکانش میگویند او در این مدت به خانه میرفته و کسی به خانوادهش نگفته. او تحت تعقیب است. 12 دی سارو قهرمانی ناپدید میشود. آیا این تاریخی است که او طبق گفته فرماندار سنندج در درگیری کشته شده؟ اگر اینطور است چرا تا 23 دی جنازه به خانوادهش تحویل داده نشد؟ ضمن اینکه خانوادهش میگویند بر بدن او اثری از گلوله نبود. ناپدید شدن سارو قهرمانی در اوج اعتراضات ضد حکومتی در سنندج اتفاق افتاد. حتی اگر روایت حکومت در مورد عضویت او در گروهی مسلح پذیرفته شود، سوال‌ها در مورد نحوه مرگ او زیادند. او چرا بیش از 10 روز ناپدید بود و چگونه کشته شد؟ آیدین صالحی، BBC.